دکتر علی اصغر جهانگیری در سال 1324 در خانواده روستایی در روستای کندلوس از توابع چالوس به دنیا آمد. 4 ساله بود که به همراه خانواده عازم تهران شد. جهانگیری در سال 1346 در رشته شیمی وارد دانشگاه شد و پس از خدمت سربازی در سال 1350 برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. هرچند در امریکا فرصت‌های شغلی و درآمدهای عالی برای او فراهم بود، اما برای خدمت به هموطنانش به ایران بازگشت و به صورت مستمر به تأسیس شرکت‌ها و خطوط تولید داروسازی، شیمیایی، شوینده و صنایع غذایی پرداخت. دکتر جهانگیری از همان کودکی و جوانی درآمد اضافه‌اش را صرف حفاظت از میراث فرهنگی کشور می‌کرد و به همت او گنجینه‌های متعددی در موزه تهران و روستای کندلوس در معرض بازدید مشتاقان قرار گرفته است. دکتر جهانگیری بیشتر وقت خود را صرف ارائه مشورت به کارآفرینان جوان ایرانی می‌کند و پس از 67 سال هنوز بسیار پر انرژی و فعال در خدمت تولید ملی است. آقای دکتر، خیلی به برنامه ما خوش اومدید. آقای دکتر، واقعا یه روستازاده ساده بودین شما، نه ارثی نه میراثی نه چی؟ چرا من تو 3600 هزار تومان ارث به من رسید؟ خب از کجا شروع کردید؟ خدمتتون عرض کنم که تحصیل تمام می‌فرمایید، من از در کودکی در روستا از فروش آدامس خروس نشان شروع کردم. بلکه بیزینس و تجارت بیاموزه. ولی خب موقعی که درسم تموم شد اومدم به ایران، در کارخانه سیمان تهران مشغول کار شدم. پروژه آلومینیوم در تهران اجرا کردم، مدیر عامل تولیدارو بودم و بعد از اینکه تصمیم گرفتم برای خودم کار کنم، در یک مغازه قصابی در میدان رسالت شرکت هگزان رو ساختم و یک سال بعد کارخونه دار شدم، صادر کننده شدم، پولدار شدم. بعد آمریکا کی رفتی؟ قبلش آمریکا رفتم. در 1975 بعد بوسیه سازمان ملل هستم، در دانشگاه وین فوق لیسانس پلیمر خوندم، در دانشگاه لندن پی اچ دی گرفتم، در پلی تکنیک تهران نساجی خوندم فوق لیسانس. همه دور دنیا درس خوندم. برای اینکه به رضاعتگاهم خدمتی بکنم با قاطر به روستام رفتم. خیلی جالبه که در حیات خودم با قاطر به روستا رفتم و برای اینکه اتفاقی رو باعث بشم، چون هیچی جز طبیعت نبود اونجا، جاده برق راه هیچی نبود، در اونجا مزارعی ایجاد کردم، بچهای کوچکو رو دعوت به کار کردم، اینا از طبیعت برای مواد اولیه میچیدن میآوردن، مزد میگرفتن، سالخورده ها تو خونه و خانم ها آقای میجوانم در کارخانه. یک دفعه صدها شغل ایجاد شد. آقای دکتر، الان با خیلی از جوانا که صحبت میکنیم در مورد کار، میگن که یا دولت یا یکی باید برای ما کار پیدا کنه، یه پارتی چیزی باشه، خلاصه یه جمع رو مشغول کنه. بعد میگه پس اینایی که از صفر شروع کردن چجوریه؟ میگن یه زمانی میشد، الان دیگه نمیشه. واقعا به نظر شما این مال یه زمانهای دور بود یا هر زمان هر کی اراده کنه همت کنه میتونه؟ خدمتتون عرض کنم که ما در یک قرنی که نفت خوردیم و سرمون گرم بود و یک دفعه ثروتمند شدیم، از سایر منابع کشور غافل موندیم. کشورهایی که نفت و گاز نداشتن چگونه به این رفاه و ثروت و مکنت رسیدن؟ فرصت‌های اونام رایگان در اختیار ماست. میلیون‌ها فرصت اجرا شده و تحقق یافته از سراسر جهان رایگان در اختیار ماست. چگونه فرصت نیست؟ حتما میخواید برید اداره ثبت احوال استخدام بشید و 300 تومن هم بگیرید. دردناک بچه‌ها ما اینطوری فکر کنیم. الان تعدادی از کسانی که دارن برنامه ما رو میبینن هیچ شغلی ندارن. بس. حالا تحصیلاتشون هم در یه حدی هست یا نیست، هرچی. فردا صبح واقعا میخواد شروع کنه، چی کار کنه؟ من اجازه بدید اول توصیه کنم به مسئولان و شخصیتایی که دغدغه این جوونا رو دارن. یک طرحی من به سازمان ملل دادم، به عنوان گزینه برتر انتخاب شدم به نام باشگاه اشتغال یا بانک اشتغال. بیایید برای اولین بار در ایران باشگاهی تأسیس کنیم که برای هر ایرانی در هر سن و سواد و پولی و در هر جایی بستر خود اشتغالی فراهم کنه، که روی یک انسان پای خودش اشتغال باشه. الان این کارو من به تنهایی دارم میکنم. هزاران مورد موفق کشور دارم، تمام استانها میرم، دانشجوها رو، سمینارها رو برگزار میکنم. شما به یه جوان پول میدید ایده نداره، به یک جوان ایده میدید اجراشو بلد نیست، پس هم بیت المال از دست میدید، هم جوان ناامید میکنید.
بیایید یک یعنی جوان رو، یعنی کسی بیکار بود فقط بهش سرمایه بدی لزوماً کارآفرین نمیشه. یک مورد موفقم نداریم. یه بیت المال رو توزیع کردیم بی‌نتیجه. به یک جوان ایرانی از ایده تا عمل با تنهاش نگذاری. و این بانکی که من طراحی کردم موجودیش پول نیست، موجودیش ایده است. و اگر یک جوانی به من پیوست از شروع کار تا روز آخر در کنارشم، گیر کردی به من زنگ بزن، ایمیل بزن، لازم شد یه جلسه بذاریم. برای اینکه اعتماد نداره، میترسه، باور نداره، بیایید این کارو برای اولین بار در جهان ایران مبتکرش کنیم. خب این که حالا فعلا نسیه است، امیدواریم بشه. جوونا چیکار کنن؟ اونایی که شغل ندارن چیکار کنن؟ ببینید هر جوونی یه توانمندی و پتانسیلی داره. ازشون یه فرمی بهشون میدم، سنتون، سوادتون، پولتون، بچه کجایی و اطلاعاتی چه خانواده چه تجاربی دارن، و در اتاق فکرمون میشینیم و برای اینا سه تا ایده پیشنهاد میکنیم و میگیم از این سه تا ایده هر کدوم برای تو جذابه بیشتری انتخاب کن. اون ایده رو که انتخاب کرد ما باش راه میریم. 500 هزار تومن پول دارم، 2 میلیون دارم، 4 نفریم 100 هزار تومن داریم. این کار ما داریم میکنیم، نمونه بسیار موفقی است. بعدم که تنهاشم که نمیگذاریم. یک، 69,000 فرصت کشاورزی در ایران هنوز وارد نشدن، به گوش ما نخورده که من سوخت اتومبیل بکارم، شکر 400 برابر شیرین‌تر از شکر بکارم، گیاهی که پشه و مگس رو دور بکنه بکارم. 69,000 کشاورزی رو نمیشناسم. من رو پشت بام خانه یک دانشجوی خودم 10,000 تا گل گوشتخوار کاشتم و 200 میلیون تومان فروش کردم در روز ولنتاین، روز مادر. من خواهش میکنم اگه بینندگان ما سوالی دارن از آقای دکتر در مورد کارآفرینی بپرسن. آقای دکتر، اون موقع که آدامس و کروس نشان میفروختین فکر میکردین یه روزی اینجوری بشین تو این حال؟ من خیلی جاه طلبی میکردم. یعنی حتما دلم میخواست آدم گنده ای بشم. میخوام اهمیت افق رو بگم. یعنی میخوام بگم اگه آدم تو زندگیش افق نگاه نداشته باشه ممکنه به یه جایی برسه. یعنی مثلا اگه آدم با خودش نگه مثلا من 10 سال دیگه میخوام بشم این، 20 سال دیگه میخوام بشم این، هیچ وقت میشه اون؟ باید حتما آرمان داشته باشی و در اون آرمان حتی اگر غلط هم هست ایستادگی کنی. این درست میشه، اون غلطی صاف میشه. در آرمانتون، در دیدگاهی که دارید بیستید، ادامه بدید، بردبار باشید و پل پشت سرم نداشته باشید که تا ترسیدین برگردین پل رو خراب کنید که یک راه بیشتر ندارید، آن هم فقط محفظ شده. آقای دکتر، وضعتون تو امریکا خوب بود؟ من مدیر آزمایشگاه کمپانی نفتی امریکا بودم. چقدر درآمد داشتی؟ من خیلی زندگی مرفعی داشتم. چرا بلند شدیم؟ آپارتمان فلان، تلویزیون فلان، اتومبیل این پالی. خب چی اومدین اینجا؟ من به خاطر عشق به ایران، وقتی گفتم میخوام برم ایران، گفتن میخوای بری شطور به چرونی و فرش به بافی؟ گفتم به خدا اینا رو بلد نیستم، این خیلی تخصصت فوق العاده نیست فرش. و با کمال تعجب دیدن که من اون فرصت رو از دست دارم میدم و اومدم ایران. البته وقتی اومدم ایران و دیدم که اینجا داستان‌ها جور دیگه است. اگه چند سال پیش بود اومدی؟ من 30 سال میشه. 30 سال پیش اومد. الان برگردیم به 30 سال پیش بازم میای؟ اصلا دیگه نمیرم. اصلا دیگه نمیرم. برای که اگر بچه‌ها اگر می‌خواید پول در بیارین، ثروتمند بشین، جایی بهتر از کشور ایران نداریم. کشورهای مثل کشورهای غربی، مثل کشورهای کمونیستی میمونه. یه پولی بهتون میده تا قرون آخرش از اون پس میگیره. واقعا اینجوریه؟ یعنی این شعار میگید مردم دلشون خوش باشه یا واقعا اعتقادتون این؟ نه من خواهد اون سالی که رفتین امریکا، رفتین اونجا براتون این فرصت ها ایجاد نشد؟ اون زمان سرزمین فرصت ها بود. یعنی من از توی فرودگاه رفتم سر کار، چون پول نداشتم. 2800 تومن پول قرض گرفتم رفتم آمریکا و قرار بود که مثلا از فرودگاه رفتم سر کار. امروز مطلقا این فرصت نیست، چون 80% نخی بیکاریشه. بعد دیدم هر پولی که به شما میدن به ترفندی از شما میگیرن. به من یک ایرانی در امریکا نشان بدهید که رفته باشه برای تحصیل و ثروتمند برگشته باشه. یه گزارشی رو همکارای ما از محل کار آقای دکتر تهیه کردن، اونو با هم ببینیم. حتما هم خواهش میکنم به ما پیامک بزنید بعد از این گزارش. پیامکاتون آقای اسفندیاری برای آقای جهانگیری میخونم، ببینیم جوابشون میشه. به نظر شما مهمترین مانع تولید و سرمایه گذاری در ایران کدام گزینه زیر است؟ 1. بی‌ثباتی بازارها و نرخ‌های مواد اولیه. 2. دیوان سالاری پیچیده در دستگاه‌های حکومتی. 3. مشکلات تأمین مالی و دسترسی به نقدینگی. 4.
مقررات نامناسب یا با ضمانت اجرایی کم. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال کنید. چند تا مثلا دیگه شما میخواید چند تا در روز تیراژتون چیه؟ تتراپک میزنید؟ چنه؟ گوتیه؟ گوتیه؟ اینا رو باید روشن کنید که با کسی که سلام علیکم. بفرمایید شما چکرم بفرمایید خواهش می‌کنم. کاراشون رو همه رو یادداشت میارن. شاید دیدین ورقه رو میزشون هزاران یادداشت میزشون هستش و تاکیدم میکنم به همه که وقتی یادداشت کنین هم تو ذهنتون میمونه، فراموشتون نمیشه، هم اون کارو نفسان انجام میشن. اینا چیه آقای دکتر؟ کارهای در دست اقدامی که باید این کارا رو در فرصتایی که اینجا هستم یا از تهران این کارا رو دنبال میکنم به انجام برسه. یعنی یک لحظه غیبت، غفلت ممکنه که شما رو عقب بیندازه از اهداف و برنامه‌تون. اینا تمام کارهایی است که تو ذهن من میاد. من هرگز سلولای مغزم رو هرگز اشغال نمی‌کنم که بعد از اون ساعت 4 می‌خوام چیکار کنم. آقای دکتر اینجا معروفن به بمب انرژی. این گونه گل‌هایی که به طور خودرو در دامن‌های البرز مرکزی دست میاد به زبان فارسی بهش گل صد تومانی میگن، اسم لاتینش پیونی هست، روستایی‌ها بهش میگن اشنار یا انار خرس. علت این که بهش میگن انار خرس به دلیل این شکل میوه‌ش. مثل ایشون خیلی لازمه و دونستن قدر همچین کسایی که توی مملکت دارن خدمت میکنن و وایسران توی مملکت دارن خدمت میکنن خیلی الزامیه. دانشجوی ما نمیدونن که چه در و گوهری هستش که میتونن چه اطلاعات خوبی بگیرن. من از زمانی که اومدم مشغول شدم توی این قسمت هر روز فقط دارم اطلاعات جدیدتر دارم کسب میکنم. این موزه کنده روز باعث شد که توجه مسئولین دولتی رو جلب کنه به این منطقه زیبا و سرسبز و اینجا به یک قطب بین المللی توریستی تبدیل شده. همونطور که ببینید ساخت و سازهایی که انجام شده چهره دهکده رو به چهره بین المللی تبدیل کرد. تمام عمر آبادی ایشون واقعا تلاش کردن، حتی ایشون و پدر ایشون آجاقا، یعنی ایشون اگر نبودن یک کندروچی بزرگ نداشت، اصلا واقعا نداشت. نه واقعا داد خداوند شما حس بکنه. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامتینی؟ شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. سلامتینی؟ کاروبار رو بلا هستم ما شهر الحمدلله. الحمدلله. روی جبه نیش داره و محل داره؟ نه نوشهر داره. نوشهر داره. نوشهر داره. کاروباری که شما اجاره آباد و خیلی بوده. خیلی ممنون. شما اصلا که کندلوس کندلوسه. آقای دکتر انقدر که همشهریاتون شما رو دوست دارن شما هم دوستشون دارین؟ همه عشق و زندگی من در وقت و برای اون مردم نازنینی است که همه چی ما از مدیون اونها هستن. بله. به نظر شما مهمترین مانع تولید سرمایه گذاری چیه؟ این جوابا رو مردم دارن میدن، این ستونا هی داره جابجا میشه. میخوام شما کمک کنید. برای تو مملکت ما این واقعیتی است، مشکلات عدیده داریم، بحران داریم، خدمت شما تورم داریم، سود بانکی مفصل داریم. ولی خب دلیلی که دنیا به آخر رسیده باشه، من چگونه همه اینا رو دور میزنم؟ اولا که من کپی کاری نمی کنم. کاری که ایرانی ها می کنن دیگه سودآور نیست. هر کاری رو در ایران اسم ببرید مطلقا سودآور نیست، برای که 30% تورم، 30% بهره بانک، 60% سود پول. پس اگه من 100% در بیارم یعنی یه بگیرم. حالا که هیچ کس سود نمی کنه، باز شما می خواهید برید یه پیتزایی باز کنید، می خواهید برید کار من رو کپی کنید، اشتباه. سرمایه گذاری زیاد موافق نیستم. سرمایه شما باید دانش باشه نه اسکناس. اون وقت کسی با شما نمیتونه رقابت کنه. من با این شیوه مسائل مثل بی‌ثباتی، دیوان سالاری، مشکلات مالی و اینا رو یکونه دور میزنم تا
و در سال 90 بیش از 4200 مورد 2200 واحد ایجاد کردم در بچهای کشورم. برای جوونا دانشجوها همه استانها میرن. خب ببینیم تا 4 صبح میشینم اطلاعاتشون رو میخونم. خب آقا ببینیم چه سوالی مردم از شما کردن. بله البته من یک دو تا گریز بزنم از اینایی که غیر سوالای جهانگیری هم هست بگم، چون گناه دارم بالاخره فرستادن میرن. گفتن چرا طلا پایین نمیاد؟ ما جوونا به همین دلیل ازدواجمون به تاخیر افتاده. 0915-0814 قیمت آهنالات بالاست، از خوی 0914-2295. بعد اینکه برگردیم سر موضوعات آقای جهانگیری. آقای جهانگیری گفتن که از منابع و استعداد و نیروی جوانی خیلی زیادی دارن، ازشون بپرسید علت بیکاری که تو کشور ما هست چیه. 0915-6100 هر کدوم دوست داری شما جواب بدید. من بخونید همه رو. گفتن من تعویض دارم، 10 سال تحقیق کردم، پول از کجا بیارم؟ سرمایه کجا؟ 0919-72-32. علت بیکاری شما اینه که دانشگاه به جای اینکه شما رو با مدیران اجرایی کشور که زحمت کشیدن، ورشکست شدن، پیروز شدن، راه کار پیدا کردن، شما با اونا آشنا بکنه، شما رو میفرسته تو بازار دستگی به همراهتون. روز آخر کار کنه، میگه 10 سال دنبال سر. روز آخر که از دانشگاه فارغ التحصیل میشین به شما بگن این درسی که خوندین چطوری میشه از این درس پول در آورد، اینم نیست. دری به روی شما باز است که مراجعه کنید بگید آقا من میخوام یه کاری بکنم، منو راهنمایی کنید. یعنی مهارت کسب و کارم تو دانشگاه باید بهشون یاد بدید. یاد بگیم که از این رشته‌تون چطوری میشه پول در آورد. یکی رو آورد به روی دانشگاه نشون داده شما که این آقا در همین رشته موفقیتای داشته که بچه‌ها باور کنن. اون بانک اشتغال یا باشگاه اشتغالی که اول عرایزم گفتم به همه اینا پاسخ میده. داریش که من مراجعه میکنم، اطلاعاتم میدم، یه مشت مغز برای من افراد با پخته و مدیر برای من طراحی میکنن و کنارم میمونن تا روز موفقیت. این تنها راه رفع اشکال اشتغال. دکتر چند تا سواله، اگه کوتاه کوتاه بگید نوبت به همتون برسه. گفتن اول گفتن زیر یه ساعت کمه برای دکتر وقت بذارین. 0915-1736 انتاب پیامکم اومده که شماره تماس از شما بدید. حتی یه دونه گفته چطور میتونید دکتر جهانگیری رو ببینیم که اطلاع با رادیو دارن گوش میکنن. ولی بله دوستان عزیز من به سایت kianetco.ir مراجعه بفرمایید، همه اطلاعات اونجاست. kianetco.ir به سایت منه و میتونم از اون طریق رابطه مستقیم با شما داشته باشم. آقای مهرداد جمشیدی از دسکول پرسیدن که آیا دولت هم از شما حمایت کرده برای این کار کاسبی که دارید؟ 0939-60-62 مطلقاً حمایت که نکرده، ما فقط میگیم خیلی ممنون، بذارید ما کار بکنیم. دست ما رو نمیگیریم، پای ما رو نمیگیریم. بعد میگه گفتن حرفاشون یکم زیاد آرمانیه. 0915-0458 این انتقاده. اما یه سوال خوب کردن آخه، آرمانی اونی که نکردن. از شما دعوت میکنم، از شما دعوت میکنم، اونایی که فکر میکنن رویایی هستم یا دچار مالیکولی هستم یا خیلی اینطوری فکر میکنم، بیاید و من بریم میلیون ها متر خاک ایرانو من آباد کردم. میلیون ها متر، 4000 تا واحد در سال 90 کجا سر کشور. من در چابهار تمام این میوه های اگزوتیکو کاشتم. در اون سر کشور رفتم مثلا با زایات کشور 2 میلیارد کیلو برگ خشک خرما داریم و با این بلوک ساختمانی تولید میکنیم. بعد زایات 200 میلیون زایات میشه ثروت، ولی ایرانی ها نمیدونن، دانشگاه ما نمیدونن، ما 70 سال پیش اطلاع به روز نیستیم. گفتن که چه بر سر باغ کندلوس آمد، میگوین شهرک مسکونی شده. 0912-9783 متاسفانه استاندار وقت به من قول داده بود اگر تو 100 تا شغل ایجاد بکنی من برای شما تغییر کاربری میگیرم. من تمام لابراتوارم رو برداشتم بردم کوهستان، 200 تا شغل ایجاد کردم، ولی ایشون به من گفتن متاسف. و اون باعث شد که اون کار زیبا، اون بوتانیک گاردن ایران از بین. های دکتر گفتن که ایایی دکتر جهانگیر جای من بود. بله استانداری مازندران میشه دیگه. 15 سال پیش کی بوده الان ما یادم نیست. حالا اگه الان جواب بدن بله ما گارد برنامه باز، هر کسی که دوست داره میتونه بیاد نظر بکنه، پاسخی داشته باشه. ما همه جور مخالف و موافق رو سعی کنیم بفهمیم. گفتن که آقای دکتر جهانگیر جای من بودن هیچ کاری نمیتونستن بکنن، اون موقع فرق میکرد. 0918-58-58 همه میگن اون موقع، یعنی به هر کی میگی به این جوونا میگن یه زمانی شما شروع کردین که خیلی فرام که الان شرایط واقعا اینجوریه. اتفاقا میخوام بگم که الان این شرایط فراهمه، برای که در زمان ما پول بود، ثروت بود، نفت ارزون بود، چه میدونم حقوقمون نمیتونیم خرج کنیم.
همیشه غافل ماندیم از توانایی کشور. من اولین بار دارم اعلام میکنم 200 میلیون تن ضایعات در این کشور است که اصلا نگاهش نکردیم. اینا ثروته. اگه براتون وقتش باشم مثال بزنم شگفت زده میشه. چقدر پول میخواد که این دنبال از هر اصلا هر پولی. و همین دوست عزیز من که میگن نمیتوانم به من بگن تو سایت من اطلاعاتشون رو بدن، من سه تا ایده میدم اصلا بدون هیچ پولی. همین 200 میلیون تنی که میگین حالا همه رو که نه، ولی یه بخشی رو یکی بخواد بره تبدیل کنه به همون مسئله ساختمانی، سرمایه گذاری اولیه چقدر؟ ببینید من یه مثال دیگه میزنم. در ارومیه 60 هزار تن توفاله انگور هست که آب انگور میگیرن. توفاله محیط زیست رو آلوده کرده. این 27% روغن هسته انگور داره که 18 دلار قیمت روغنه. من دو تا بونی از این دا ببرم به یه کارگاه روغنکشی بگم حاج آقا این دو تا رو برای من روغن بگید، اینم دستمزد 2000 تومان 5000 من با 5000 تومان تولید کننده روغن از انگورم که کیلو 40000 تومانه، اون حاج آقا پروانه داره، جوازم داره، قانونی هم هست، مزد میدم برای من این کار رو چه. یعنی لزوما مثلا هر موقع میخواید تولید کنی نه بعد کارخونه داشته باشی یا عالم ظرفیت خالی هست. سونی، سامسونگ، فولت، بی ام و اینا همه ظرفیت خالی دیگران استفاده میکنن. الان 180000 کارخانه در ایران 70% ظرفیت خالی داره. یکی یه کارخونه مجانی به تک تکتون میدم. برید ایده نو بیارید. پارکینگ خونتون بکنید کارگاه. چطور تو امریکا رقص مجوز نمیخواد؟ من مجوز میدم. رو قلب سنگ کف رودخونه میسیسیپی رو تو هر جای تاریخی که میرم رو قلب سنگ ها عکس و شکل و حیوان و گل بیان کشتن داره 5 دلار میتروشن. یه قلمو بردارید پارکینگ خونتون بشه کارگاه. آقای جهانگیری بیرنده ها میدونی زنگ میزنن چی میگن؟ میگن که آقای دکتر جهانگیری روی مریخ و اینا کار میکنن یا تو ایران کار میکنن؟ ما... بنده در روستایی کار میکنم که برای امکانات خیلی دورم از شهر و به سختی من امکانات جور میکنم و مخصوصا در ارتفاع 3800 متر از سطح دریا کار میکنم که با دوش 6 میلیون سنگ رو بردم بالا 8 سال. موجوده کشاورزی، موجوده کارخونه، موجوده موزه مردم شناسی که قدیمی‌ترین موزه ایران موجوده. این موزه رو اگه تصویرش رو بشه بینن بگانه ما هم ببینن خیلی چیز فوق‌العاده ایاره. قدیمی‌ترین موزه است. 28 اردیبهشت هم دعوتتون میکنم کاخ سعدآباد، اونجا بخش از موزه کندروس اونجا به نمایش گذاشتم. بیش از 8000 سوژه تاریخی ایران رو من از 8 سالگی جمع کردم با قند و چای و سیگار و تنباکو، نه با پول. قند دادم، کتاب گرفتم، سکه، سفال، آیا گرفتم، چای دادم، نون دادم تو روستا و الان غنی‌ترین موزه خالصان سرکش. آقای جهانگیری اگه عده‌ای از بیننده های ما بله، به خصوص اونایی که جوان‌ترن الان حرفای شما رو میشنون، تای دلشون باور نمیکنن. بله. آقای دکتر جهانگیری یه زمانی شروع کرده. بله. بعدم رفته آمریکا پولدار شده، اومده بله. با پولش داره کار بله. میکنه. نفسش از جای گرم در میاد به تعبیر. کارآفرین همیشه بی پوله. کارآفرین یکی از ویژگی‌هاش اینه که پول نداره. برای اینکه اون ایده ای تو ذهنشه به هر قیمتی باید اجرا کنه. همیشه پول کم داره. همیشه پول کم داره کارآفرین. خیلی من بی پولی کشیدم. من آلبوم تم فروختم با ایده ما زندگی کردم. اصلا این صحبت ها نیست، حساب من نگاه کنید خجالت میکشید. آقای دکتر خیلی جاها دعوت کردن که شما تشریف ببرید اونجا، مثلا گفتن تو رو خدا بیاید لرستان 0-19-54-25، گفتن تو رو خدا بیاید گیلان شغل اونجا ایجاد کنید 0-19-11-50، گفتن که آقای دکتر رو کنترل نکنید بذارید هر چی دلشون میخواد بگن 0-935-6600. یه بیننده هم گفته 10 هکتار زمین دارم چیکارش کنم؟ نورآباد ممسنی آقای جانایی گفت بدون پولم میتونی کاری بکنی، با پولم میتونی. به دوستان عزیز هموطن گیلانیم بگم در دریای خزر 640 میلیون تن آفت گاماروس ریخته دریا رو پر کرده. این پروتئینه، بدید به مایک زلالتون. فرانسوی اومده تو خیابون ستاخان دفتر زده که این جونورهای دریای خزر رو بخره و ببره برای اسید آمینه برای لوازم آرایش. یه علک بردارین، من تو چنگال این کارو کردم. 200 بچه دانش آموز علک دادم دستشون زدن تو آب دریا گاماروس جمع کردیم. میگوی زنده که ما نمیتونیم بخوریم ولی ماهی قزلالا میخوریم. حالا همینو که گفتیم. بعد چیکارش کردیم؟ 200000 نفرتون کار. بعدش چیکارش کردیم مثلا همین؟ حیوانات یا سن خارپوستان دندپایان ناجور پایان 4 میلیمتر. اینا با علک میگیرم. این پروتئینه، ویتامینه. چی میخره اینا رو؟ ماهی قزلالا پرورش ماهی قزلالا میریزی تو حوض ماهی قزلالا شیرجه میخورن. و ماهی قزلالا میشه 10 کیلو. جایی که بری غذای مصنوعی یا اینا رو خرید بدی به ماهی، غذای وارداتی، غذای مونده برای 2 میلیون گیلانی شغل مجانی. تمام سرمایه‌تون هم یه الک. یه بچه 70 کیلو یه روز جمع کرد.
در یک روز، یعنی 200,000 تومان در روز، 2,500 تومان قیمت گذاشتم. بفرمایید طلا ریخته رو زمین. طلا ریخته رو زمین. در کشور ما طلا ریخته. ای کاش این فرصت به من داده میشد که این طرح باشگاه اشتغال رو، بانک اشتغال رو برای اولین بار در ایران اطرح کنم در جهان. میبینید که جوان ها میگن باور ندارن، اعتماد ندارن. میبینید جوان ها چه قصه‌هایی دارن. به داد اینا برسیم، تنهاشون نذاریم، کنارشون باشیم تا موفق بشن. یه ایده میدیم خدا. پدر مادرای این جوان ها چی کار کنن که جوانشون کار پیدا کنن یا کار ایجاد کنن؟ پیدا نه، ما همش میخوایم بریم پیدا کنیم. اصلا درست هایی دکتر که همش بهشون میگن برید یه جا استخدام شید، حقوق بگیرید. فاجعه است. من که همه خلاقیتاتون میمیره، یک فسیل میشین. من برم صبح کارت بزنم، شب کارت بزنم، بیام با یه عددهای ناچیز واقعا بدبداریش. اصلا بهتون توصیه نمی کنم برید کارمند یه جایی بشین. اگه من ثروتمند شین، اگه به خودتون اعتقاد ندارید، خب همونم شاید زیاد بشه. میخوام عرض کنم که میلیون ها تجربه در جهان است، مجانی هم در اختیار ماست. این بچه ها جایی ندارن اینا رو بشنون. یه خانواده کره ای رو تناب رخچیل که خونش 50 تا کیسه سوپر آویزون کرده، توش آب دریا ریخته، جلبک تولید میکنه که $200 به سازمان ملل میفروشه. این خانواده میرن سر کار، سر ما به سر ما $5,000 از تناب رخچیل کشون پول دارن. اصلا اینا پول نمیخواد، جواز نمیخواد. گفتن شما کتاب نشریه چیزی ندارید این تئوری و افکار رو توش باشه. آقای علی عطوس 0013826 در سایت من که تشریف برید یه کتابی نوشتم به نام خود اشتغالی، سلف امپلویمنت، چگونه خودتون برای خودتون شغل درست کنید. اما شاید یک سال داریم عقب کهنه است. من دو سال پیش 10 تا CD دارم، نگاهی تازه به کشاورزی در قرن 21. آن کشاورزی هایی که ایرانی ها ندیدن تا حالا 69 هزار فرصت که هر کدوم 5 نفر شاغل بشن میشه 2.5 میلیون نفر. زنگم بزنن پاسخ میدید شما؟ 100%. اینا چیه آقای دکتر؟ من مثلا به عنوان مثال همش کارآفرین فکر میکنن یه نفر کارخونه درست کنه، 100 تا شغل ایجاد کنه، این کارآفرین است که اصلا این اشتباه نگذارید این مصطلح بشه. بله. مگه یک ایده رو گرفتم 30 سال روش نشستم چه کارآفرینی؟ کارآفرین آن است که در هر زمان در هر مکانی به متناسب با اون نیاز خلق کنه. خب ما یه دقیقه وقت داریم اینا رو میشه یه دقیقه بگیم؟ ببینید این یک قرص مای ظرفشویی، یعنی بطری رو حذف کردم، لیبل و کارتون و در و انبار و حمل و نقل می‌ریزی توی لیت آب، میشه یه لیت مای ظرفشویی استاندارد. چرا من برای شما در مشهد آب در تهران بریزم؟ خودت در مشهد بریز ولی 80% زیر قیمت بخرم. 100 اون همه حجم و حمل آب جا به جا نکن. این آب خودت بریز، اول یک پول بوتی و در و لیبل و اتیکت و کارتون و انبار نکن. هموطن من یکی چی؟ این دوتا چی؟ 100 میلیارد ظرف کشور ایران نیاز داره. ببین تو یه سوپرمارکت چقدر بسته بندی میخواییم، با دلار بریم پلی اتیلن می‌خریم. آقا این ظرف رو مسخره با صوفان این ظرف زیبا درست کنیم به کارخانه جان. ما این اختلاط رو می‌ذاریم رو سایت payestv.ir که هر کس دوستش بره ببینه. سایتتون رو یه دور دیگه بگید. بله، سایت من از kianetco.ir. گفتم نداره اینجا. آقای دکتر رایانامه بزنید یا همون ایمیل سایتشون هم ببینید، اطلاعات اونجا هست. آقای دکتر خیلی ممنون که برنامه ما اومدید. تشکر می‌کنم از شما. تو برنامه امشب در مورد هر کسی که صحبت شد و فکر میکنه باید به ما جواب بده، ما هفته دیگه آماده تماس بگیریم و به ما بگیم که پاسختون چیه نسبت به سوال برنامه. نتیجه نظرسنجی رو هم ما هفته دیگه اعلام میکنیم. ما هفته دیگه میخواییم در مورد این صحبت کنیم، وقتی یک کالای مرغوب ایرانی هست ما چرا میریم خارجیشو میخریم؟ حتما تو خیلی از اقلام کیفیت کالاهای ایرانی با قیمتش ممکنه قابل رقابت نباشه. ما در مورد اونایی صحبت میکنیم که کیفیت قابل رقابت و قیمت قابل رقابت دارن. اونجاها چرا ما خارجی رو انتخاب میکنیم؟ خیلی ممنون. همراه با همکارانم مهمان محترم برنامه با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شب بخیر.